محروم بودن از علم بدترین نقیصه و شومترین عیب در وجود انسان است. بالاترین شرف و کرامت برای انسان مؤمن علم است، آگاهی است که ای را نمیتواند انسان به زبان بیان کند. چقدر شأن دارد، منتها از آیات و روایات مقام علم و شأن علم و جایگاه علم معلوم می شود. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. کسی که به او این کلام پاک الهی است، کسی که به او حکمت و دانش و فهم دین داده شد، خیر کثیر، نعمت بزرگی به او داده شده است که هیچ نعمتی نمیتواند با او مقابله کند. میبینیم این کلام خداست. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. شما در مجلس علمی، مجلس دینی، محفلی که به افتخار کتاب صحیح امام بخاری و ختم بخاری اینجا منعقد شده است، جمع شده است، خود علم به ذات خود حسن لذاته است و همچنین حسن لغیرهی. هر چیز را انسان به وسیله علم میتواند بفهمد و درک بکند. خداشناسی، دینشناسی، جامعه شناسی، همه و همه نیاز انسان از قضایی که استفاده میکند شاید به علم و حکمت و دانش بیشتر باشد. یعنی نیاز انسان و احتیاج انسان به علم و دانش و حکمت بیشتر و مهمتر از نیاز انسان به امور مادی است. چون همون قضایی را که بخواهد استفاده کند او هم نیاز به علم دارد که این قضا برای او مضر هست یا مفید هست. روی همین موضوع است که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند نعم المؤمن العالم ان احتیج الیه نفعه و ان استغنی عنه اغنا نفسه. چه خوب است مسلمان و مؤمن عالم، آگاه، آگاهی به مسائل شرعی، مسائل ضروری که اگر دیگران به اون نیاز پیدا کنن به اونها نفع برساند و اگر نیاز دیگرانم نداشته باشد حداقل خودش را بی نیاز می کند از دیگران. لذا جایگاه علم جایگاه بسیار مهم و والایی است که قرآن و سنت به اون تأکید دارن، به خصوص برای اهل ایمان. یکی از اون نعمتهای بزرگی که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای عالم بشریت به ارمغان آوردن علم و دانش و آگاهی بود. حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه می فرمایند از اون نعمتها و ارمغانهایی که پیامبر برای عالم بشریت آورد بعد از ایمان اهمیت علم و دانش و حکمت است. در میان یک امت و یک قوم امی بی سواد مبعوث می شود هو الذی بعث فی الامیین رسولا
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعد از ایمان یکی از ارمغانها و نعمتهای مهمی که خداوند به این امت به وسیله پیامبرش عنایت کرد علم است، دانش است، حکمت است که اون مردم را از جهل و نادانی، از ناآگاهی، از بیسوادی بیرون آورد. و حتی چنان مهم که آیه اول قرآن که نازل می شود سوره اقرا، سوره علق، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آیه اول نزولی حرف از خواندن و قرائت و تعلیم و علم و قلم به میان آمده است. ای برای ما درس است، به ما میفهماند که چقدر علم و دانش، حکمت و خرد و بینش به خصوص دینی اهمیت دارد برای اهل ایمان. و میبینیم که پیامبر بزرگوار اسلام اون قوم امی بی سواد را چگونه تربیت کردن؟ بله؟ چگونه تربیت کردن؟ چگونه از شاگردانی معلمانی ساختن؟ ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، پیامبر بزرگوار اسلام هذا النبی الامی، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. هزاران مدرس، هزاران شاگرد، چه علمایی، ابوبکرهایی، عمرهایی، عثمانهایی و حیدرهایی و سعد ابن وقاص و طلحه و زبیر و چه بزرگانی تربیت مود که هر یکی یک عالمی از علم بودن، عالمی از علم بودن. اینجا جایگاه علما را هم میرساند. خدای متعال در آیه دومی که خواندم میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند مقام اهل ایمان را بلند میکند و کسانی که باز به آنها علم و دانش داده است درجات و مراتب بلند عنایت نموده است. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا اهل علم با غیر اهل علم مساویان؟ نه. انما یخشى الله من عباده العلماء. آیات زیادی است و پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. کسی که خداوند به او اراده خیر و فضل می نماید او را فقیه در دین می نماید، دانشمند در دین می کند و به او علم دین، علم قرآن، علم سنت عنایت می فرماید. می فرماید در روایت دیگر تعلم العلم. اینا خطاب به ما و شماست، اگرچه که مخاطب اول اونها صحابه بزرگوارن، اما خطاب به همه امت تعلم العلم و علموها الناس. علم فرا بگیرید و به مردم علم را یاد بدهید، منتشر بکنید. هر یک ما وظیفه داریم که در حد نیاز، به اندازه‌ای که
نیاز داریم حلال و حرام را، جائز و ناجائز را تشخیص بدهیم، هر یک باید علم و دانش داشته باشد. حالا علمای متخصص، علمای متبحر در میان هر قومی اگر یک نفر بود هم یا چند نفر باشند کفایت می کند، اما برای دانستن احکام ضروری اسلام طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، لذا وظیفه هر یکی از مسلمان ها، از جوانان عزیز است که به سوی علم و دانش توجه بکنن، به خصوص علم دین، علم قرآن، علم سنت و علوم دینی را فرا بگیرن. در یک روایت امام غزالی رحمت الله علیه می آورد ان من اقرب الناس من درجه النبوه اهل العلم و اهل الجهاد، نزدیکترین افراد به مقام و درجه نبوت علما و مجاهدینند. اما العلماء فدل الناس على ما جاءت به الرسل، کار علماء، وظیفه علماء، وظیفه انبیاست. العلماء ورثت الانبیاء والانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذ هو اخذ بحظ وافر. وظیفه علماء راهنمایی و ارشاد مردم است بر اون راه و مسیری که علما آوردن. و دل الناس على ما جاءت به الرسل، اینها که وظیفه انبیا را انجام میدهن، نزدیکترین افراد و اینها جانشینان واقعی انبیا علیهم السلام، این علمای بزرگوار. اما علم خود به خود حاصل نمی شود، انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. طلاب عزیز، علم زحمت میخواهد، علم رنج میخواهد، باید سختی ها، دشواری ها، مشکلات را برداشت کنیم. امروز کسانی که میخواهند دستار فضیلت بر سر بگذارند باید بدانند چه وظیفه بزرگی بر دوش اونها گذاشته می شود. اینا خلفای پیامبرند، رسول خدا دعا کردن اللهم ارحم خلفایی، اللهم ارحم خلفای، خدایا بر جانشینان من رحم فرما، رحمت کن. قیل من خلفاؤک یا رسول الله؟ قال الذین یروون السنه و یعلمونها الناس، اون کسانی که سنت مرا فرا میگیرند و باز او را به مردم میرسانند، تعلیم، تعلم، امر به معروف، نهی از منکر، وظیفه علماست. و چون اینها جانشینان پیامبرانند، جایگاه علما جایگاه بسیار مهم. ببینید علمای ربانی خدا رحمت کند همه علما را، علمای دیوبند را، حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه، حضرت مولانا شمس الدین مطهری، حضرت مولانا شهداد، حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه، همه علمایی که در این سرزمین یا بلاد دیگر قدم گذاشتن، با چه زحمت و رنج و مهنتی و با چه اخلاصی این مکاتب را، این مدارس را پایه‌گذاری کردن. امروز حوزه دارالعلوم مکی این جشن را در اینجا می‌گیرد. درسته که علمای فعلی هم زحمت و تلاش زیادی دارن می‌کنند، اما باید یقین کنیم که اگر پایه‌گذاری این مدرسه بر اخلاص
و بر ایمان و بر یقین و بر توکل بر الله نمی بود به اینجا نمی رسید. اینها نتیجه اخلاص، نتیجه توکل بر خدا، دعاها و گریه های شب حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه، همونطور که حوزه ما، حوزه علمیه احناف، نتیجه زحمت ها و اخلاص و تلاش حضرت مولانا مطهری رحمت الله علیه می باشد. علمای بزرگوار، طلاب